یوحنا فصل 14. دلهای شما پریشان نشود، به خدا توکل نمایید، به من نیست ایمان داشته باشید. در خانه پدر من منزلهای بسیار هست، اگر چنین نمی بود به شما می گفتم. من می روم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از این که رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم، تا جایی که من هستم شما نیز باشید. شما می دانید به کجا می روم و راه آن را نیز می دانید. توما گفت: هی خداوند، ما نمی دانیم تو به کجا می روی، پس چگونه می توانیم راه را بدانیم؟ عیسی به او گفت: من راه و راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. اگر مرا می شناختید، پدر مرا نیز می شناختید. از این پس شما او را می شناسید و او را دیده اید. فیلیپوس به او گفت: ای خداوند، پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است. عیسی به او گفت: ای فیلیپوس، در این مدت طولانی من با شما بودم و تو هنوز مرا نشناخته ای؟ هر که مرا دید پدر را دیده است، پس چگونه میگویی پدر را به ما نشان بده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنانی که به شما میگویم از خودم نیست، آن پدری که در من ساکن است همه این کارها را انجام میدهد. به من ایمان داشته باشید که من در پدر هستم و پدر در من است. در غیر این صورت به خاطر اعمالی که از من دیده اید به من ایمان داشته باشید. و یقین بدانید هر که به من ایمان بیاورد، آنچه را من میکنم خواهد کرد و حتی کارهای بزرگتر هم انجام خواهد داد، زیرا من نزد پدر میروم و هرچه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد، تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد. اگر مرا دوست دارید اوامر مرا اطاعت خواهید کرد و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند، یعنی همان روح راستی که جهان نمی تواند بپذیرد، زیرا او را نمی بیند و نمی شناسد، ولی شما او را می شناسید، چون او پیش شما می ماند و در شما خواهد بود. شما را تنها نمی گذارم، پیش شما بر می گردم. پس از اندک زمان دنیا دیگر مرا نخواهد دید، اما شما مرا خواهید دید و چون من زنده ام شما هم زندگی می کنید. در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. هر که احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل نماید، او کسی است که مرا دوست دارد، و هر که مرا دوست دارد پدر من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را به او ظاهر خواهم ساخت. یهودا، نه یهودای اسخریوتی، از او پرسید: ای خداوند، چرا میخواهی خود را به ما ظاهر سازی اما نه به جهان؟ عیسی در جواب او گفت: هر که مرا دوست دارد مطابق آنچه میگویم عمل خواهد نمود و پدر من او را دوست خواهد داشت و ما پیش او آمده و با او خواهیم ماند. کسی که مرا دوست ندارد مطابق گفتار من عمل نمی کند. آنچه شما می شنوید از خودم نیست، بلکه از پدری که مرا فرستاده است. این چیزها را وقتی هنوز با شما هستم می گویم، اما پشتیبان شما یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد، همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. سلامتی برای شما به جا می گذارم، من سلامتی خود را به شما می دهم. دنیا نمی تواند آن سلامتی را به طوری که من به شما می دهم بدهد. دلهای شما پریشان نشود و ترسان نباشید. شنیدید که به شما گفتم من می روم، ولی نزد شما بر می گردم. اگر مرا دوست می داشتید، از شنیدن این که من پیش پدر می روم شاد می شدید، زیرا پدر از من بزرگتر است. اکنون پیش از این که این کار عملی شود به شما گفتم تا وقت واقع می شود ایمان بیاورید. بعد از این با شما زیاد سخن نمی گویم، زیرا سردار این دنیا می آید. او بر من هیچ قدرتی ندارد، اما برای این که دنیا باید بداند که من پدر را دوست دارم، اوامر او را به طور کامل انجام می دهم. برخیزید از اینجا برویم. یوحنا فصل 15.
من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه‌ای را که در من ثمر نیاورد می‌برد و هر شاخه‌ای که ثمر بیاورد آن را پاک می‌سازد تا میوه بیشتری به بار آورد. شما با سخنانی که به شما گفتم پاک شده اید. در من بمانید و من در شما. همان طور که هیچ شاخه‌ای نمی‌تواند به خودی خود میوه دهد مگر آن که در تاک بماند، شما نیز نمی توانید ثمر بیاورید مگر آن که در من بمانید. من تاک هستم و شما شاخه های آن هستید. هر که در من بماند و من در او، میوه بسیار می آورد، چون شما نمی توانید جدا از من کار انجام دهید. اگر کسی در من نماند، مانند شاخه به دور افگنده می شود و خشک می گردد. مردم شاخه های خشکیده را جمع می کنند و در آتش می اندازند و می سوزانند. اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، هرچی می خواهید بطلبید که حاجت شما برآورده می شود. جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود. همان طور که پدر مرا دوست داشته است، من هم شما را دوست داشتم. در محبت من بمانید. اگر مطابق احکام من عمل کنید، در محبت من خواهید ماند. همان طور که من احکام پدر را اطاعت نمودم و در محبت او ساکن هستم. این چیزها را به شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و خوشی شما کامل گردد. حکم من این است که یکدیگر را دوست بدارید، همان طور که من شما را دوست داشتم. محبت بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند. شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید. دیگر شما را بنده نمی خوانم، زیرا بنده نمی داند اربابش چی می کند. من شما را دوستان خود خواندم، زیرا هر چی را از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم. شما مرا بر نگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و مقرر کردم که بروید و ثمر بخش باشید، ثمری که دائمی باشد، تا هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید. حکم من برای شما این است که یکدیگر را دوست بدارید. اگر دنیا از شما نفرت دارد، بدانید که پیش از شما از من نفرت داشته است. اگر شما متعلق به این دنیا می بودید، دنیا متعلقان خود را دوست می داشت. اما چون شما از این دنیا نیستید و من شما را از دنیا برگزیده ام، به این سبب جهان از شما نفرت دارد. آنچه را گفتم به خاطر بسپارید. غلام از ارباب خود بزرگتر نیست. اگر به من آزار رسانیدند، به شما نیز آزار خواهند رسانید. و اگر از تعالیم من پیروی کردند، از تعالیم شما نیز پیروی خواهند نمود. چون شما به من تعلق دارید، آنها با شما چنین رفتاری خواهند داشت، زیرا کسی را که مرا فرستاده است نمی شناسند. اگر من نمی آمدم و با آنها سخن نمی گفتم، آنها گناهی نمی داشتند، ولی اکنون دیگر برای گناه خود عذری ندارند. کسی که از من نفرت داشته باشد، از پدر من نیز نفرت دارد. اگر در میان آنان کارهایی را که هیچ شخص دیگر قادر به انجام آنها نیست انجام نمی دادم، گناهی نمی داشتند. ولی آنها آن کارها را دیدند، ولی با وجود این هم از من و هم از پدر من نفرت دارند. و به این ترتیب تورات آنها که می گوید بی جهت از من نفرت دارند تمام می شود. اما وقت پشتیبان شما که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم بیاید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد، او درباره من شهادت خواهد داد و شما نیز شاهدان من خواهید بود، زیرا از ابتدا با من بوده اید. این چیزها را به شما گفتم تا ایمانتان ساست نشود. شما را از کنیسه ها بیرون خواهند کرد و در حقیقت زمان می آید که هر که شما را بکشد گمان می کند که با این کار به خدا خدمت می نماید. این کارها را با شما خواهند کرد، زیرا نه پدر را می شناسند و نه مرا. این چیزها را به شما گفتم تا وقت زمان وقوع آنها برسد گفتار مرا به خاطر آورید.
این چیزها را در اول به شما نگفتم، زیرا خودم با شما بودم. اما اکنون پیش کسی که مرا فرستاد می روم و هیچ یک از شما نمی پرسد کجا می روی؟ ولی چون این چیزها را به شما گفتم، دلهای شما پر از غم شد. با وجود این حقیقت را به شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر است. زیرا اگر من نروم، پشتیبانتان پیش شما نمی آید. اما اگر بروم، او را نزد شما خواهم فرستاد و وقت او می آید، دنیا را در مورد گناه و عدالت و قضاوت متقاعد می سازد. گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند. عدالت را آشکار خواهد ساخت چون من پیش پدر می روم و دیگر مرا نخواهند دید. و واقعیت قضاوت به آنها ثابت می شود چون سردار این دنیا ملامت شده است. چیزهای بسیاری هست که باید به شما بگویم، ولی شما فعلا طاقت شنیدن آنها را ندارید. در هر حال وقت او که روح راستی است بیاید، شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت، بلکه فقط درباره آنچه بشنود سخن میگوید و شما را از امور آینده با خبر میسازد. او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایق را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. هرچه پدر دارد از آن من است و به همین دلیل بود که گفتم حقایق را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. بعد از مدت دیگر مرا نمی بینید، ولی باز بعد از چند روز مرا خواهید دید. پس بعضی از شاگردان به یکدیگر گفتند، چرا او می گوید بعد از مدت دیگر مرا نخواهید دید، ولی باز بعد از مدت مرا خواهید دید چون به نزد پدر می روم؟ مقصد او از این سخن چیست؟ سپس آنها گفتند، این مدتی که او درباره آن سخن می گوید چیست؟ ما نمی دانیم درباره چی صحبت می کند. عیسی فهمید که آنها می خواهند در این باره از او چیزی بپرسند. پس با آنها گفت، من به شما گفتم که بعد از مدت دیگر مرا نخواهید دید، ولی باز بعد از مدت مرا خواهید دید. آیا بحث شما درباره این است؟ و یقین بدانید که شما اشک خواهید ریخت و ماتم خواهید گرفت، ولی جهان خوشی خواهد کرد. شما غمگین خواهید شد، ولی غم شما به خوشی مبدل خواهد گشت. یک زن در وقت ولادت درد می کشد و از درد ناراحت است، اما همین که طفل به دنیا می آید، درد و ناراحتی خود را فراموش می کند، به خاطر اینکه یک انسان به دنیا آمده است. شما هم همین طور اکنون غمگین و ناراحت هستید، ولی شما را باز خواهم دید و در آن وقت شادمان خواهید شد و هیچ کس نمی تواند این خوشی را از شما بگیرد. در آن روز دیگر از من چیزی نخواهید پرسید. و یقین بدانید که هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما خواهد داد. تا کنون چیزی به نام من نخواسته اید. بخواهید تا به دست آورید و خوشی شما کامل گردد. تا به حال با مثل و کنایه با شما سخن گفتم، ولی زمانی خواهد آمد که دیگر با مثل و کنایه با شما صحبت نخواهم کرد، بلکه واضح و بی پرده درباره پدر با شما سخن خواهم گفت. وقت آن روز برسد، خواهش خود را به نام من از خدا خواهید کرد و من نمی گویم که برای شما از پدر تقاضا خواهم نمود، زیرا پدر خودش شما را دوست دارد چون شما مرا دوست داشته اید و قبول کرده اید که من از جانب خدا آمدم. من از نزد پدر آمدم و به دنیا وارد شدم و اکنون دنیا را ترک می کنم و به سوی پدر می روم. شاگردان با او گفتند، حالا به طور واضح و بدون اشاره و کنایه سخن میگویی. ما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز را میدانی و لازم نیست کسی چیز از تو بپرسد، و به این دلیل است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا آمده ای. عیسی جواب داد، آیا حالا ایمان دارید؟ ببینید ساعت می آید و در واقع هم اکنون شروع شده است که همه شما پراگنده می شوید و به خانه های خود می روید و مرا تنها می گذارید. با وجود این من تنها نیستم، زیرا پدر با من است. این چیزها را به شما گفتم تا در من سلامتی داشته باشید. در دنیا رنج و زحمت خواهید داشت، ولی شجاع باشید، من بر دنیا پیروز شدم. پس از این سخنان عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و گفت، ای پدر، آن ساعت رسیده است. پسر خود را جلال دهی تا پسرت نیست تو را جلال دهد، زیرا تو اختیار بشر را به دست او سپرده ای
تا به همه کسانی که تو به او بخشیده ای زندگی ابدی بدهد. این است زندگی ابدی که آنها تو را خدای یگانه حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده تو است بشناسند. من تو را در روی زمین جلال دادم و کاری را که به من سپرده شده بود تمام کردم و اکنون ای پدر مرا در پیشگاه خود جلال بده، همان جلالی که پیش از آفرینش دنیا در نزد تو داشتم. من تو را به آن کسانی که تو از دنیا برگزیده و به من بخشیدی شناسانیدم. آنان از تو بودند و تو آنان را به من بخشیدی و آنها مطابق کلام تو عمل کردند. اکنون آنها می دانند که آنچه به من دادی واقعا از جانب تو است، زیرا آن کلامی را که تو به من دادی به آنان دادم و آنها هم آن را قبول کردند. آنها این حقیقت را می دانند که من از جانب تو آمدم و ایمان دارند که تو مرا فرستاده ای. من برای آنها دعا می کنم، نه برای دنیا. من برای کسانی که تو به من داده ای دعا می کنم، زیرا آنها از آن تو هستند. آنچه من دارم از تو است و آنچه تو داری از من است و جلال من به وسیله آنها آشکار شده است. من دیگر در این دنیا نمی مانم، ولی آنها هنوز در دنیا هستند و من پیش تو می آیم. ای پدر مقدس، با قدرت نام خود کسانی را که به من داده ای حفظ فرما تا آنها یکی باشند، همان طوری که ما یکی هستیم. در مدتی که با آنان بودم با قدرت نام تو کسانی را که به من بخشیدی حفظ کردم و هیچ یک از آنان هلاک نشد جز آن کسی که مستحق هلاکت بود تا آنچه نوشته شده است تمام شود. ولی اکنون پیش تو می آیم و پیش از این که دنیا را ترک کنم این سخنان را می گویم تا خوشی مرا در خود به حد کمال داشته باشند. من کلام تو را به آنان رسانیدم، اما چون آنها مانند من به این دنیا تعلق ندارند، دنیا از آنان نفرت دارد و درگاه تو دعا می کنم، نه برای این که آنان را از دنیا ببری، بلکه تا آنان را از شرارت و شیطان محافظت فرمایی. همان طور که من متعلق به این دنیا نیستم، ایشان هم نیستند. آنان را به وسیله راستی خود تقدیس نما. کلام تو راستی است. همان طور که تو مرا به دنیا فرستادی، من نیز آنان را به دنیا فرستادم و اکنون به خاطر آنان خود را تقدیس می نمایم تا آنان نیز با راستی تقدیس شوند. فقط برای اینها دعا نمی کنم، بلکه برای کسانی هم که به وسیله پیام و شهادت آنان به من ایمان خواهند آورد، تا همه آنان یکی باشند، آنچنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو، و آنان نیز در ما یکی باشند، تا دنیا ایمان بیاورد که تو مرا فرستاده ای. آن جلالی را که تو به من داده ای به آنان دادم تا آنها یکی باشند آنچنان که ما یکی هستیم، من در آنان و تو در من، تا آنها به طور کامل یکی باشند و تا دنیا بداند که تو مرا فرستادی و آنها را مثل خود من دوست داری. ای پدر، آرزو دارم کسانی که به من بخشیده ای در جایی که من هستم با من باشند، تا جلالی را که تو بر اثر محبت خود پیش از آغاز دنیا به من دادی ببینند. ای پدر عادل، اگرچه دنیا تو را نشناخته است، من تو را شناختم و اینها می دانند که تو مرا فرستادی. من تو را به آنان شناسانیدم و باز هم خواهم شناسانید تا آن محبتی که تو نسبت به من داشته ای در آنها باشد و من هم در آنها باشم.